فصل 16. آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم و آن صدا به هفت فرشته گفت: بروید و هفت جام خشم خدا را به زمین بریزید. پس فرشته نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخم‌های دردناک و بدنمایی بر بدن مردمانی که نشان حیوان وحشی را به خود داشتند و پیکرش را می‌پرستیدند پدیدار گشت. فرشته دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مثل خون نعش مبدل شد و همه جانداران دریا مردند. فرشته سوم جام خود را بر رودها و چشمه‌ها ریخت و آنها به خون مبدل گشتند. آنگاه شنیدم که فرشته و حافظ آبها می گفت: تو در داوری‌های خیش عادل هستی، توی آن قدوس که هستی و بوده ای، زیرا آنان خون مقدسین و خون پیامبران را ریختند و تو به آنان خون داده ای تا بنوشند، زیرا مستحق آنند. و شنیدم که از مذبح ندای آمد که می گفت: آری ای خداوند، خدای قادر مطلق، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو. فرشته چهارم جام خود را بر خورشید ریخت و آن اجازه یافت با گرمای خود آدمیان را بسوزاند. مردم چنان از شدت حرارت خورشید سوختند که به خدایی که چنین بلایایی را در اختیار دارد کفر می گفتند و حاضر نبودند از اعمال خود توبه نموده و خدا را تمجید نمایند. فرشته پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحشی ریخت و سلطنت او به تاریکی فرو رفت. آدمیان از درد و رنج زبانهایشان را می‌گزیدند و به خدای آسمان به خاطر دردها و زخمهای خیش کفر می‌گفتند و از اعمال خود توبه نمی‌کردند. فرشته ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و آبش خشک شد تا راه برای آمدن شاهان مشرق زمین باز باشد. آنگاه دیدم که از دهان اژدها و از دهان حیوان وحشی و از دهان آن پیامبر دروغین سه روح ناپاک مانند سه قورباغه بیرون آمد. این ارواح شیاطینی هستند که قدرت انجام معجزات نیز دارند. آنها به سرتاسر جهان می روند تا پادشاهان تمام جهان را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع کنند. توجه کنید، من مثل یک دزد می آیم. خوشا به حال کسی که آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مجبور نشود عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود. پس شیاطین پادشاهان را در جایی که به عبرانی هار مجدون خوانده می شود جمع کردند. آنگاه فرشته هفتم جام خود را بر هوا ریخت و از معبد و از تخت صدای بلندی شنیده شد که می گفت: همه چیز تمام شد. و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده شد و زمین لرزه شدیدی رخ داد که مانند آن در تاریخ بشر هرگز دیده نشده بود. شهر بزرگ سه پاره شد، شهرهای جهان ویران شد و خدا اعمال بابل بزرگ را نادیده نگرفت، بلکه او را مجبور کرد جامی را که از شراب آتشین خشم و غضب او پر بود بنوشد. جزیره ها همه ناپدید و کوه ها محو شدند. دانه های تگرگ بسیار بزرگ به وزن 15 من از آسمان بر سر آدمیان بارید و مردم به خاطر این تگرگ خدا را کفر می گفتند، زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود.